رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، یعنی همون خانم ابتکار، اومدن و خودشون رو در جایگاه یک شاکی قرار دادن و نه کسی که در رأس امور قرار داره و فرمودن که خاک جزیره هرمز داره به سرقت میره. به سرقت میره و یا گفتن که داره قاچاق میشود. از جزیره هرمز خاک ایران گفتن که داره قاچاق میشه. حالا جالبه که آقای مقام بالادست ایشون، آقای رئیس جمهوری ایران، آقای دکتر روحانی، ایشون هم گفتن که اعلام کردن که کشورهای حاشیه خلیج فارس به واسطه لنج خاک ایران رو برای کشاورزی و سایر مقاصد از ایران در خارج میکنند. خب اون که رئیس سازمان حفاظت محیط زیستمون بود، ایشون هم که رئیس جمهوری هستند، صرفا فقط صورت مسئله رو اعلام میکنند. خودشون شدن به قول همکار عزیز من شاکی. پس که گروه و نهادی باید اقدام بکنه؟ چون به اینجور وقتا هم میان به شدت قانونمند هم میشن. در موارد دیگر اگر برفرض بخواهند یک فعال سایبری و یا اینترنتی رو در داخل کشور دستگیر بکنند و یا اون گروهی که موسیقی اون ترانه هپی رو اگر یادتون باشه به قول خودشون ظرف 6 ساعت بازداشت شدند، اگر بخوان این کارو بکنن، نه اصلا بحث قانون نیست، نیاز به حکم قضایی هیچ، سریع اقدام میکنن، تمام نیروها امنیتی نظامی غیر نظامی بازداشت تمام. اما این گونه موقع نه، همه میرن سر حوصله ببینیم خب قانون چی میگه. خانم ابتکار گفتن که مسئول و مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز خارج از مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیسته، یعنی ما مسئولیتی نداریم. بنابراین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی میبایست پیگیری بکنه، که البته ما به اونها درخواست خودمون رو ارائه کردیم و به اونها تذکر دادیم. حالا منتظرن اونها هم احتمالا اقدام بکنن دیگه. حالا کردن نکردند. میدونید در امارات خب خاکی که وجود داره عملا قابل کشاورزی نیست و بیشتر شنزاره، رمل و کویر. یه پروژه بزرگی رو هم دارن به نام جنگل‌های بارانی. این جنگل‌های منطقه استوا رو میخوان توی اون بیابون لمیزرع ایجاد بکنند. یک حباب بزرگ شیشه‌ای ایجاد بکنند، درخت‌های عظیم جنگل‌های بارانی رو منتقل بکنند، آب و هوا رو شبیه اونجا رطوبت رو ایجاد کنند در این حباب‌های شیشه‌ای با ارتفاع بر فرض حدود 70 متر. آب و رطوبت رو ایجاد بکنن، آب خاک هم از ایران انتقال داده میشه، جنگل بارانی زمین‌های گلف ایجاد کنند و چنین و چنان. بعد مملکت ما وضعیتش اینه و اون افرادی که مسئولیت دارن صرفا در رسانه ها از همدیگه سوال میپرسن و بازی ما رو پله انجام میدند. دلین دلین عجایب چندگانه کانتری شما را واچیدم، حال میخواهم اگزیت شوم. چنین اجازتی را نتوانم، چرا که شما ممنوع الاگزیتی. برای چه؟ من که همه جا را واچیدم. خیر، هنوز یک چیز مهم را نواچیدید. چرا بابا جان؟ دریاچه خشک شده ارومیه، درخت های قطع شده جانگلز، گرد و غبار جنوب، اند فاینالی آلودگی تهران. اما منظور من اینها نیست. خب پس فرو نشسته زمین در تهران، یوز پلنگز انقراض و سوانه جاده ای را آهن به هوایی. آن چه مد نظر ماست اینها میست. آن چیست که من ندیدم؟ فروش خاک جزایر جنوبی من به کشورهای حاشیه خلیج فارس را مدیده ای بیگانه. او مای گاد، یعنی کسی جلوی آن را نمیگیرد؟ و بابا کجای کاری، تو روز روشن دارن لودل لودل خاک مملکت را میبرن. خاطر وجب به وجب این خاک خون دادیم، حالا دارن مف مف میدنش دست بیگانه. آیه اسمایل آف، چند روز دیرتر می آیم، آخر اینجا عجایبی دیدم که دود از کلم برخواسته است.